با درود به شما همیهنان عزیز، قبل از هر چیزی به اطلاعتون میرسونم که از این پس برنامه آن سوی خبر علاوه بر همین امروز جمعه، روز سه‌شنبه هم همین ساعت 8:30 پخش خواهد شد. یعنی در هفته ما دو برنامه آن سوی خبر و دو برنامه متفاوت با شما خواهیم داشت. برگی دیگر از درخت موسیقی ایران، درخت تنومند موسیقی ایران، آن هم درخت موسیقی روز و پاپ ایران، در قربت بر خاک افتاد و آندو آندرانیک آساتوریان به ابدیت پیوست. مردی که همواره طی سالها آرزوی دیدار خاک ایران را داشت و خون دل می‌خورد، دردها و فریادهای خود را در موسیقیش می‌ریخت و عرضه می‌کرد که همواره در یادها خواهد ماند. بر او ستم‌ها رفت. بسیارانی از آنانی که امروز به شهرتی رسیدند بدون تردید مدیون این مرد عاشق بودند. در زنده بودنش مهربانی ها را از او دریغ کردند. او خم به ابرو نیاورد و ادامه داد، اما ترانه هایش عشق بزرگ او به ایران را همواره تجلی خواهد داد. می رویم و باز می گردیم. همیهنان عزیز، موضوعی که این روزها همه جا از آن شنیده می شود و توجه روزنامه نگاران را به خود جلب کرده است و مفسران بسیاری از آن سخن می گویند، موضوع مذاکرات اتمی 5 به اضافه 1 با جمهوری اسلامی است که چیزی به پایان مهلت نمانده است. خبرها در مورد توافق اتمی ضد و نقیض است. سخنگوی دولت 11 محمد باقر نوبخت میگوید ما باید مقیدیم تا 11 فروردین مذاکرات را به سرانجام برسانیم. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آستانه برودش به آمریکا و شرکت در سخنرانی مجلس نمایندگان آمریکا و پس از اینکه از مذاکرات اتمی بوی خوشی به مشامش نمی‌رسد، می‌گوید قدرت‌های جهانی از جلوگیری از اتمی شدن ایران دست کشیدند. این در حالی که هنوز دریچه‌ها به کلی بسته نشده است و کورس و امیدی در میان کشورهای 5 به اضافه 1 به خصوص آمریکا و جان کری وجود دارد. نتانیاهو میگوید به هیچ وجه به جمهوری اسلامی اجازه نمیدهد به یک کشور اتمی تبدیل شود. از سوی دیگر سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا سخنرانی بنیامین نتانیاهو را موجب لطمه زدن روابط آمریکا و اسرائیل می‌دانند. این در حالی است که نیویورک تایمز طی مقاله‌ای می‌نویسد سرعت فزاینده گفتگوها نشان می‌دهد که مذاکره کنندگان در ژنو ممکن است بتوانند تا پایان ماه مارس به یک چارچوب تقریباً نیم‌بند دست یابند. مفسر نیویورک تایمز
برای این مسئله میگه که توافق نهایی تا پایان ژوئن به دست میاد. اینها در حالی که شایعه شده بود جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر یک قرارداد اتمی 10 ساله توافق کردند. نیویورک تایمز ادامه میده که کاخ سفید این مسئله را به شدت رد کرد و نادرست خواند. همه اینها در شرایطی که تلویزیون الحره به نقل از سازمان مجاهدین خلق میگه که در بحبوحه مذاکرات اتمی یک سایت محرمانه به نام لویزان 3 کشف شده که مشغول کاره و رژیم به طور مخفیانه داره اورانیوم سطح بالا رو در اونجا غنی میکنه. جمهوری اسلامی میگوید همه تحریم ها را بردارید، همه پول های ما را آزاد کنید. اما واقعیت چیز دیگری است که جمهوری اسلامی میخواهد در این واقعیت گیر نیفتد. جمهوری اسلامی فکر میکنه که همه کشورها مثل خودشن، یعنی یه نفر اونجا نشسته فرمان میده آقا این کارو بکنید و همه بکنن، بگن چشم و چاکریم و همه انجام میدن. برید 10 نفر بکشید، امروز قوه قضاییه بگه بله چشم من 10 نفر میرم میکشم. برید فلان کارو کنید، مجلس بگه چشم و بعبع کنن این برگان متا اینایی که متا به اصطلاح پیرو ولایت فقیه هستن و همه رو انجام بدن. جمهوری اسلامی تصورش از جهان اصلا یه همچین چیزیه، فکر میکنه که جهان هم میتونه که یه طرفه یکی بگه آقا بله اصلا بیاین این پولاتون رو بردارین، نمیدونم یه دستور بدن که تحریم هم لغو بشه. اینجوری نیست، در حالی که اینها بارها بارها در مذاکرات گفتند که بخشی از این تحریم ها بله رئیس جمهور میتونه یک طرفه اینها رو لغو کنه ولی بسیار کوچیکه. بخشی دیگه شو مجلس نمایندگان آمریکایی تحریم‌ها رو کرده که این خیلی بحث گسترده‌ای داره و به این زودی هم این تحریم تازه اگر توافق بشه که اصلا خیلی همه چی درسته 6-7 ماه شاید بیشتر از 6-7 ماه طول بکشه تا اون تحریم‌ها لغو بشه اگر توافق بشه که من چیزی نمی‌بینم. بخش دیگرش اصلا دست نه آمریکاست نه آقای رئیس جمهور آمریکاست، بخش دیگرش دست سازمان ملل و شورای امنیت، یعنی مسببه های شورای امنیت که تحریم کرده ایرانو. بخش دیگرش کشورهای اروپایی هستند که هر کدومشون یه جوری تحریم رو روا داشتن بر جمهوری اسلامی. بنابراین پول به همین سادگی دست جمهوری اسلامی نخواهد رسید. تازه این پول ها برسه که اینا میخوان چیکار کنن؟ فکر میکنین که اینا به فکر رفاه مردم هن؟ به هیچ وجه. اینا میخوان در این پولایی که بهشون میرسه در حقیقت بیشتر از مثلا 10 میلیارد که حالا دزدیدن مثلا 20 میلیارد بدزدن. اون یکی میخواد به جای 2 میلیارد که دزدیده 3 میلیارد بدزده. اون یکی میخواد اون کارو بکنه. اینا به فکر این نیستن که من رفاه مردم رو برسن بهش و به رفع وضع مردم کار داشته باشن. اصلا یه همچین چیزی نیست. می رویم و باز می گردیم. همیانان عزیز، در میان روزنامه‌های عربی گشتم و در روزنامه الحیات با مسئله‌ای که الان در یمن جریان داره و مدت‌ها پیشم اگر خاطرتون باشه همیانان عزیز بتون از یمن گفته بودم
و از اینکه در یمن چه میگذره و این حوثی‌های یمن چجوری جمهوری اسلامی اینا رو تقویت میکنه. به حوثی‌ها چهار امامی هن، به اونا میگن شیعه های زیدی هن و چجوری اصولا با عربستان سر عناد دارن. مفصلا در این مورد با شما صحبت کرده بودم. اتفاقا حالا بعد از تحولاتی که در یمن میشه و این حوثی‌ها میان و صنعا رو میگیرن، روزنامه الحیات عربی زبان چاپ بیروت مینویسه که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، من فکر کنم کافی باشه دیگه، اینقدر این زیاده دیگه مونده، جمهوری اسلامی اقدام به آموزش حوثی ها در جزیره کوچک در نزدیکی سواحل اریتره کرده. حالا چرا اریتره؟ برای که اریتره بسیار از نظر جغرافیایی به یمن نزدیکه و راه رو برای فعالیت های قانونی و غیر قانونی از طرف سپاه پاسداران هموار میکنه. این گزارش، یعنی گزارش الحیات، تأکید و تأیید میکنه که آزادی اخیر زندانیان ایرانی پس از طرف تصرف صنعا توسط حوثی ها نشان از روابط خوب این دو طرف با هم داره. یعنی همین هم نشون میده که حوثی ها کاملا تحت نظر و تحت اشراف جمهوری اسلامی هستند. می رویم و باز می گردیم. خب همیهنان عزیز، در این بخش از برنامه به مقاله بسیار مهم و مقاله بسیار تکان دهنده‌ای از هفته‌نامه لوپوان چاپ پاریس می‌رسیم که همیشه این هفته‌نامه مقالات و تحلیل‌های بسیار جالبی داره. این بار این لوپوان به سراغ یک شخصیت واقعاً هولنگیز و مرموز و ضد مافیایی رفته. این شخصیتی نیست جز روبرتو سابوبانو. وی از ترس جونش مخفیانه زندگی میکنه. این شخص تحقیقات گسترده‌ای داره در زمینه مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر، به خصوص هروئین و کوکائین. مجموعه تحقیقاتش هم در یک کتاب منتشر کرده که همین اکنون در پیشخوان کتاب فروشی های فرانسه این کتاب دیده میشه. اون میگه ایران و چین، یعنی جمهوری اسلامی و چین، دو بازار بزرگ هروئین و کوکائین هست. لوپوان مینویسه امروز قاچاق مواد مخدر اولین صنعت دنیاست. توجه کنید همیهنان عزیز، اولین صنعت دنیا به موازات بازار نفت و خطوط اصلی اقتصاد جهان رو ترسیم میکنه. مواد مخدر هیچ داد و ستدی در دنیا به اندازه بازار کوکائین و هروئین سود نمیده و بانک های بزرگ نیز به نوعی در این بازار سهیمند. جالبه، لوپوان در بخش دیگری از این مقالش می نویسه بنابر تحقیقات این نویسنده سویا نو، کوکائین حتی از هروئین هم پیشی گرفته در این زمینه. ارقام بازار هروئین یک کمی تغییر میشه بکنه، پایین و بالا داره، اطلاعات کمتری هم در مورد اون وجود داره، اما از نظر اون مشخصه که مشخصا جمهوری اسلامی و چین دو بازار بسیار بزرگ هروئینه، هرچند ارقام مربوط به اون واقعا نامعلومه. این پا
پژوهشگر ایتالیایی تولید سالانه کوکائین رو بین 800 تا 1000 تن، فقط کوکائین ها نه هروئین، و کل حجم بازار اون رو 350 میلیارد دلار برآورد کرده. اون میگه فرض کنید که معادل 1000 یورو در یه شرکتی شما سهم بخرید و یه سال بعد حدود 1300 یورو مثلا منفعت ببرید، اما اگر همین سرمایه گذاری رو در بازار کوکائین و هروئین بکنید، در عرض یک سال نزدیک به 2000 یورو سود میبرید. حالا میزان خشونت در دنیای مواد مخدر رو به نسبت درآمدش باید بسنجید. این محقق و نویسنده ایتالیایی در بخش دیگری از مقاله خودش در روزنامه لوپوان میگه مرکز جهانی و قطب کنونی قاچاق مواد مخدر در مکزیک و پول کوکائین، در حقیقت با این پول همه چیز میشه خرید. میشه شخصیت‌های سیاسی رو خرید، کارمندان دولت رو خرید، گاف صندوق‌های امن در بانک‌های بزرگ دنیا رو گرفت. و این نویسنده سپس در باره ارتباط مواد مخدر با محافل جهانی میگه، حالا این بخشایی که شما ببینید بخش بدبخت کردن مردمه که چگونه مردم رو به روز سیاه مینشونن با مواد مخدر، چگونه مردم رو به روز واقعا تباهی میکشونن و چگونه یک سری بیگناه رو به خاطر چندر غاز و چند گرم کوکائین و هروئین یا فرزند تریاک اعدام میکنن. ولی ببینید این ابعادی که من الان دارم این محقق داره به شما میگه و از روزنامه لوپوان سرسام آوره. این روزنامه‌نگار میگه که در بحران‌های مالی بزرگ، حتی یه بحران مالی که سال 2008 هم به وجود اومد و مشکل بزرگ بانک‌ها کمبود نقدینگی بود، این سازمان‌های تبهکار اومدن به کمک اینجا، برای که نه که اونا نقدینگی زیاد دارن توی، چون پولاشون سیاه، پول سیاه دیگه، پول سفید که نیست، پولشون تو بانک نمی‌ذارن، پولشون رو نگه می‌دارن در خونه‌ها و جای امنشون. اونا میان و یهویی این پول رو می‌ریزن تو بانک‌ها. به این وسیله دو کار می‌کنن، هم بانک‌ها رو از برشکستگی نجات میدن و میگن خب نقدینگی بانک‌ها بالا میره، و همین که پولای سیاهشون رو سفید می‌کنن خیلی راحت، و دیگه پولشویی از این راحت‌تر هم نمیشه، همه دولت‌ها هم بهشون کمک می‌کنن. به این ترتیب پول نقد مافیا کمک میکنه تا یه سیستم جهانی سرپا باقی بمونه. از 350 میلیارد دلار درآمد سالانه قاچاق بخش بزرگی از اون اصلا قانونیه، بخش دیگریش هم در حقیقت جذب جاهای دیگه میشه که میره و به صورت سیاه، و بعدن این پول رو با کارهایی که میکنن سفید میکنن. توضیح اینجا بهتون بدم همیهنان عزیز، چندی پیش در همین برنامه یکی از برنامه رو به این مسئله اختصاص داده بودم که چگونه سپاه قدس، سپاه پاسداران، بخشی از این سپاه مأموریت اصولا دارن که چگونه هروئین و کوکائین رو بیان تو به خصوص هروئین رو توضیح کنن. حالا از این بنابر نوشته و این محققی که این کتاب نوشته با چینی ها هم دارن همکاری میکنن، و همکاری تنهایی نیست که فرض کنید که بنجل های چینی رو در بازارهای ایرانی میبینید. مواد مخدر هم جزی از همون چیزاست که میاد، البته در خود ایران هم بسیار تولید میشه. حالا دیگه سپاه پاسداران کار دیگه ای میکنه، میره در لبنان، در جنوب لبنان جایی که سیطره حزب الله در اونجا هست، کشت خشخاش میکنن. در این کشت خشخاش یک کارخونه هایی نصب کردن، کارخونه علنا راحت چند تا محافظه هم گذاشتن با از این اسلحه ها اونجا کوکائین تولید میکنن، و این کوکائینا رو میارن در با شبکه هایی که ایجاد کردن وارد اروپا و آمریکا میکنن. بی سبب نبود که یه مرتبه یکی از مقامات سپاه پاسداران برگشته بود که اگر ما بخواهیم میتوانیم، البته اون گفته بود ما جلوی این رو میخوایم، میتونیم نگیریم که این بیاد اروپا رو مثلا نابود کنه. خب الان که از جلوی اینو نگیری چی؟ خودتون جزئی از قضیه هستید، باید یک کسی بیاد جلوی شما رو بگیره که اصلا شما این کار رو نکنید.
حالا این نویسنده یک راه حل جالبی ارائه داده. این میگه که اصلا به نظر من راه حل اینه که مواد قانونی رو خرید فروش همه جهان آزاد کنه. بگه آقا آزاده، یعنی دولت‌ها آزاد کنن، دولت‌ها آزاد کنن، هر دولت یا هر کی آزاد قدر بیاد از خودش من بخره. کاری که هلند کرد کنترل شده، کاری که دانمارک و بعد بلژیک و یواش یواش الان تقریبا تمام کشورهای اسکاندیناوی در پی این هستن که این کارو بکنن و آزاد کنن. در چند شهر آمریکا شروع شده که ماریجوانا رو آزاد کنن و بعد کم کم چیزهای دیگر رو، و بعد اصلا اینو از این قول به قول معروف قاچاق مواد مخدر در بیارن. تا اون روز فاصله زیادی خواهیم داشت. حالا شاید یک روزی به اینجا برسیم که یک هلند، یک در هلند که وقتی که این رو آزاد کردن، یکی از اقتصاددانهای هلند برگشت گفتش که ما یک الهام بزرگ گرفتیم از حکومت پادشاهی ایران، که اون موقع حکومت پادشاهی ایران آمد مبارزه بسیار سهمگینی رو با اصولا مواد مخدر انجام داد، ولی آمدن گفتن که یه راه اصولی و انسانی تری هم وجود داره که ما اون راه اصولی و انسانی رو باید بریم، و اون این است که کوپن درست کردن به آنهایی که بالای 60 و 65 بودن و دکتر مجوز بهشون میداد و معتاد بودن، گفتن ما یک مقدار معینی دولت به تو اینو میده، برو هر کاری میخوای بکن ازش استفاده کن، و اونا میگرفتن و دردم قاچاق مواد مخدر میومد پایین، برای که دلیل نبود یارو قاچاقی بره بخره، بود و میرفت میکشید و استفاده میکرد، ولی در کنارش رفاه مردمی، ورزشکارا، ورزشگاه های بزرگ، عرض کنم موسیقی، اشاعه، تمام اینا بود که جوانان رو میکشون به راه های خلاقه، کارگاه های سینمایی، کارگاه های تئاتر و و و و، که چگونه جوان خودشون پخش میشدن تو این مسائل و از آلودگی نجات پیدا میکردن، و چگونه اون قشری که آلوده شده بودن حالا به سنی رسیده بودن که دیگه نمیتونستن بکشن، میتونستن آرامش خودشون رو تا دم مرگ حفظ کنن. و این اقتصاددان هلندی میگفت که این کار به ما این شهامت رو داد که ما در هلند دست به یک همچین کاری بدنیم، و میدونید که در هلند در هر باری، در هر میکدهی به قول معروف یا کافیتریایی آلبومی هست که از مواد مخدر جلوس میدارن، ولی همونقدر معین، همونقدر تو باید در همون جا بری، همون مقدار رو استفاده کنی و بری. این نیست که به تو بدن بری مثلا 2 کیلو بگیری بری بیرون یا 1 کیلو بگیری، مغازه نیست. و این کار یک کار اصولی است که جلوی این وحشت بازار جهانی رو خواهد گرفت. این خبر گزارش بسیار تکون دهنده رو با این گزارش تکون دهنده در حقیقت به پایان این برنامه میرسم. با سپاس از نادر کارگردان برنامه، تا روز سه‌شنبه ساعت 8:30 صبح همه شما رو به یزدان پاک می سپارم. یزدان نگهبان شما باشه.